به نام خدای ایران و به نام ملت بزرگوار ایران و با درود به یکایک هممیهنان ارجمندی که در این لحظه پای تلویزیون هستند و به برنامه در پهنه بیکران زبان پارسی گوش میدن و یا توجه میکنن. بهار نزدیک میشه. چامه ای من در مورد بهار سروده بودم که بسیاری از هممیهنان مهر کردن و گفتن دوباره اون رو بخونید و یا خیلیشون درخواست میگن که من بفرستم براشون، که بدبختانه من انقدر سرم شلوغه که به این مسائل نمیتونم برسم. به هر روی ایرج یک چامه ای داره، میگه صبح نتابیده هنوز آفتاب، وا نشده دیده نرگس خواب، که مربوط به اون اپرت زهره و منوچهرشه. من استقبال کردم از همین یک خط و چامه مربوط به بهار رو سرودم. گفتم خیز که سر زد ز افق آفتاب، خیز که سر زد ز افق آفتاب، باز شده دیده نرگس خواب، یک طرف آوای لطیف هزار، سوی دگر زمزمه جویبار. آه بهار است، آه بهار است، بهار آمده است، بهار قشنگ، دامن صحرا شده 70 رنگ، گریه چو مستان کند ابر بهار، کوبت سر را به زمین آبشار. لاله پر از باده کند جام را، لاله پر از باده کند جام را، مستی او پخته کند خام را، شسته ز باران تن خود را چمن، پر شده از لاله و سوسن دمن. شانه کند، شانه کند زلف چمن را نسیم، قهقه از دل بزند یا کریم، قنچه لب خود به تبسم گشود، ژاله در آغوش شقایق قنود. سنبل و سوسن به هم آمیختن، سنبل و سوسن به هم آمیختند، خون شقایق به زمین ریختند. گریه کند ابر گهی زار زار، گریه کند ابر گهی زار زار، خنده زند هور به دشت و دیار. کپک دری، کپک دری در پی جفت خود است، عاشق جفت است و ز خود بی خود است، باد به جنبیده به آهنگ شاد، جنگل می رقصد با دست باد، باد به جنبیده به آهنگ شاد، جنگل می رقصد با دست باد، بلبل شیدا شده دیوانه تر، میزند او چهچه جانانه تر، سنگ و گل و چوب به جوش آمده است، چشمه جوشان به خروش آمده. دشت دمن پر گل و زیبا شده است، دشت دمن پر گل و زیبا شده است، باغ چو گنجینه گلها شده است، باغ تو گنجینه گلها شده. های های زپا خیز بهاران رسید، های زپا خیز بهاران رسید، دشمن سردی زمستان رسید. گوز چه رو خسته و افسرده ای، گوز چه رو خسته و افسرده ای، از چه چنین زاری و دل مرده ای، پنجره بکشای بهار آمده، پنجره بکشای بهار آمده، موقع بوسیدن
یار آمده، پای به دامان طبیعت گذار، پای به دامان طبیعت گذار، بین که مساوی شده لیل و نهار، رو سوی باغ و روی سوی باغ و گلستان بیار. از چه ترش رو از چه ترش رو نشستی نزار؟ روز نو، سال نو، ماه نو، روز نو، سال نو، ماه نو، هفته نو، زندگی و راه نو، جان به تن باغ دمد آفتاب، جان به دم باغ، جان به تن باغ دمد آفتاب، باز شده دیده نرگس ز خواب، باز شده دیده نرگس ز خواب. به روی بهار آمده، در حال نزدیک شدن، بوی دلانگیز نوروز اندک اندک بیشتر به دماغ ما ایرانی ها میرسه. نوروز ما، آری، نوروز ما ایرانی ها، نوروز ویژه ایرانی ها. تا امروز هیچ ملتی، هیچ گروهی، هیچ کشوری نتوانسته آنگونه جشن های سال نوی مثل ما در چارچوب تغییرات هوای نیمکره شمالی پدید بیاره. یعنی در حقیقت آیین نوروزی ما پا به پای تغییرات جوی و ستاره شناسی و گردش های سیارات و ستارگان پدید میاد. هیچ ملتی نتونسته چنین جشن هایی رو داشته باشه. ای هم میهنانی که به انگیزه بیزاری از چهره نحس و رفتار چندشاور ملاها، توفاله ها و فسیل های 1400 ساله و درد های ناشی از حکومت گستاخانه اونها گریختی و میهن رو واگذاردی و در هر کدام از ما و شما در گوشه از این جهان و این گوی بزرگ جای گرفته ایم، شما سفیران ایران هستید، شما سفیران ایران هستید. رفتار و فرهنگ بسیاری از شما نه تنها از پوشش ایرانی بودن بیرون نیامده اید، بلکه بی اون که به خودتون دشواری بدید، توانسته اید مانند یک نورافکن بسیار نیرومند تا صدها متر و کیلومترها این پرتو آیین‌های استوار و زیبای نوروزی رو به پیرامونیان خودتون در هر کشوری که بوده پخش کنید و روشنایی بدید. شما را از ایران دور کردند، پنداشتند که همه کارها را تموم کرد، رفتن ایرانی ها، این مزاحم ها رفتن، اما شما ایران رو با خودتون آوردید و بردید به سراسر کره زمین. یک ماه پیش بانوی از شمالی ترین شهر نروژ به من زنگ زد، کتاب خواست. پرسیدم شما کجایید؟ گفت ما آخرین شهر نروژ هستیم به طرف قطب شمال. دیگه از این بود. گفتم تا اونجا سرما چیکار؟ گفت ما اینجا در حقیقت 6 ماه شب داریم، 6 ماه روز. یعنی ما 6 ماه روزمون خورشید رو در افق می‌بینیم دور می‌زنه، بار سر ما نمیاد. همون در افق دور می‌زنه و 6 ماه طول می‌کشه و شب می‌رسه. و من اینجا در موقع تحویل سال نو با استفاده از رادیو تلویزیون سال نوی ایرانی رو جشن میگیرم و جالب اینجاست که همسایگان نروژی من میان خونه و با اشتیاق این رو تماشا میکنن و در هر مورد پرسش دارن. گفتم شما نهایتش دلاوری و شجاعت و بزرگواری رو کردید، شما سفیر ایران در دورترین نقطه جهان هستید. گفت نه، من زحمتی نکشتم، من کار خودم رو میکردم
اونها مشتاق شدن آمدن. و حالا برای اینکه خوشحال ترشید میگم که امسال، یعنی همون بانو گفت امسال همسایه نروژی ما هم به تقلید من اومده هفت سین چیده. گفتم هفت سین گیر میاد؟ خندید گفت بله. بعضی از فروشگاه ها که اینجا ایرانی میگفت دولت نروژ یک گروهی رو فرستاده، ایرانی ها رو که پناهنده شدن و برای اونا میارن، سفارش که بدی براتون میارن. به هر روی همیهنان به خودتون ببالید، شما ایران رو به همه جای دنیا بردید، شما نوروز رو جهانی کردید، نوروز به همت شما جهانی شده. امروز بابا نوروز، این جوان 6000 ساله، این جوان 6000 ساله، 6000 ساله هنوز جوانه. آغاز نوروز این بابا نوروز جوانه و میاد به همه ملت‌های جهان که ایرانی در اونجا هست سر میزنه و باعث شده که من خودم در امریکا میبینم عجیب با اشتیاق ایرانی ها به سخنان ما در مورد آیین های نوروزی، به ویژه مسئله هفت سین. حالا جالب اینجاست که ما میگیم هفت سین، به زمان خودمون میگیم، مثلا سیب رو ما میگیم سیب، اونا میگن اپل، ولی ما بهش میگیم به زبان ما این اس اولشه. خلاصه و اینا میشینن گوش میدن و بعد اولین آدم هایی که میان به دیدن ایرانی ها، میان به دیدن ما، همسایگان ما هستن که با ما هشت و نشت دارن و امریکایی هستن. در بسیاری از ایالت های امریکا روز 21 مارچ رو جشن گرفتن، کنگره شون، کنگره اعلام کرده که 21 مارچ به هر ایرانی مرخصی بدید و پولش هم بدید، حقوقش هم بدید، مرخصی با حقوق. حالا آخوند بره اونجا هی زور بزنه، مزخرف بگه، بگه چهارشنبه سوری یعنی احماقت پدرانتون کردن شما بودن. تو احمق تویی که نمیفهمی تو 1400 سال پیش موندی، منتها گستاخی. اون اربابتون که یکی از بیرحمترین و گرگ صفتترین آدم های روی کره زمین بود، خمینی، هر کاری کرد با موشبردگی، با ناله، با گریه، با زاری، چون اون موزی بود میفهمید که زورش به این ملت نمیرسه، یه کاری میکنه از راه ترحم کاری بکنه که جشن نوروز رو یواش یواش منسوخ کنه و نتوانست. سیل نوروز آمد، تمام آخوندها رو به خودش آورد، حالا همه با هم به موقع تحویل سال از تلویزیون آخوندی که میگفتن جشن گیرین شاد باش میگن. این فشار فرهنگی شماست، این نیروی ملت ایرانه. اون کسانی که نشستن طراحی کردن، هنر به خرج دادن که چنین آیینی رو پدید آوردن. همیهنا به خود ببالید، نه تنها در درون مرز این گوریل های بیمیهن نتونستن مردم رو از اون آیین هایی که داشتن واپس بزنن و مجبور به ترکشون بکنن، بلکه در برون مرز گروه گروه میزبانان شما میان و از شما یاد میگیرن آیین های نوروزی را. نوروز به کوری چشم آخوند بیمیهن پیروز شده و اکنون باید گفت علاوه بر اینکه نوروزتان پیروز، هر روزتان نوروز باد. خب سخن از نوروز، یک نکته دیگه هم باید در مورد نوروز بگم و اون همیهنان سنت زیبای نوروزی رو با دانش بیاموزید. به یارانتون، به خیشانتون، به پدرتون، به مادرتون، به خواهراتون، به برادراتون، به دوستانتون، به فرزندانتون کتاب ایدی بدید، کتاب ایدی بدید. بگذارید از این آیین و این روش و این سنت زیبا در گسترش دانش سود ببرید.
شما میبینید یکی از مهمترین چیزهایی که بر سر خان نوروزی میگذارند کتابه. هر کتابی کتاب نماد دانشه. یکی از دانشمندان میگه کتاب بد وجود نداره و هر کتابی به یک بار خواندن میارزه. حالا بعضی خورده میگیرن نه آقا چرا قرآن میذارید؟ نمیدونم شاهنامه بذارید. یکی میگه شاهنامه چرا بذارید؟ قرآن بذارید. آقا اینا قشری بودنه، اینها دخالت در باور دیگرانه. حکومت آینده ما، سرزمین آینده ما، ملت آینده ما باید سکولاریست باشه. هر کسی عقیدش برای خودش محترمه، هر کتابی که دلش بخواد بگذاره. من نمیتونم کسی رو مجبور کنم که فلان کتاب رو بذار و نمیدونم بهش تلقین بکنم که این کتاب رو نذار. ولی کتاب نماد دانشه بر سر خان نوروزی و افروزه یا اسپندار و یا همون که به تازی شمع میگید نماد روشناییه و در بسیاری از کشورها شمع نماد دانش و کتابه، چون پرتو اونه. پرتو دانش گرفتیم از کتاب مدرسه. چیده شد گلهای دانایی ز باغ مدرسه. به هر روی یک نسل گذشته، توجه داشته باشید، یک نسل گذشته، 33 سال از این فتنه منحوس گذشته. یه بچه هایی که در روز 22 بهمن و اون پیرامون 22 بهمن 57 چشم به جهان گشودن، اکنون 33 ساله هستن، 34 ساله هستن. نگذارید اینها در این محیط خفقان آور آخوندیسم ذوب بشن. بهشون کتاب بدید. کتاب مغز رو باز میکنه، فکر رو باز میکنه، از تعصب کم میکنه، آرام آرام اندیشه آزاد رو به آدمی میآموزه. به اونها کتاب بدید و کاری بکنید که تاریخ ارزشمند ایران رو بشناسن و به همسرانتون، به دخترانتون، پسرانتون، دوستانتون، خیشانتون، همه کسانی که پیرامون شما که دوستشون دارید کتاب ارمغان بدید، برای اینکه این کتاب ها میمانند، ارزشمند میشن. هر زمانی که اون کسی که از شما کتاب رو گرفته و حتما هم در پشتش شما نوشتید چیزی رو امضا کردید، براش ارزشمند خواهد بود و خاطره شما رو در ذهنش زنده میکنه. به انگیزه نوروز دروازه دانش رو به روی هممیهنان خودتون بگشایید. میریم بر سر پاسخ به پرسش های هممیهنان گرامی. نخست یکی از من نام این شخص رو نمیگم چون، ولی خودش میدونه پرسش چیه، چون نمیدونم در ایران هست یا در خارج از ایرانه، نامش رو نمیگم. ایشون پرسیدن که تکلیف ما رو با واژه استاد معین کنید. آیا این استاد پارسیه یا تازیه؟ چون شما، یعنی به من گفته، شما گفتید اساتید غلطه زیرا استاد واژه پارسی. گفتم بله، هم چیزی هم. حالا و بعد اضافه دادم بهش که گفتم هم استاد میگن هم استاز میگن و این نشانه ای نیست که این در زبان پهلوی وجود داشته، چون در زبان پهلوی دال و زال رو با هم دیگه جاشو عوض میکردن. کاغذ و کاغد، گنبز و گنبد، استاز و استاد. و این روشنه. گفت پس در کتاب لغت آقای، یه اسم خوبی رو که من ورقه‌هاشم آوردن، حالا یادم میفته نامشو بهتون، در کتاب لغت ایشان، البته شروع نگم مهم نیست چون میخوام یه خورده تند صحبت کنم راجع بهشون. من اصلا فرهنگ ایشون رو، فرهنگ این آقایی که این کتاب رو نوشته، قبول ندارم. کتاب فرهنگیشو، برای اینکه
هرچی نگاه میکنم گمراه کننده نوشته اینا. حتی یکی از دوستان میگو آقای حبیب الله آموزگار در عمید، فرهنگ عمید، فرهنگ عمید که این که یعنی آقای به نام عمید این کتاب رو نوشته، اصلا بعضی چیزا رو من در شگفتم. مثلا نوشته، بذارید دو یکایی که اون رو بخونم، نوشته استاد، بعد نوشته اسم جمع آن اساتید است. آقا جمع چی اساتید؟ استاد فارسیه، چطور شما نوشتید جمعش عربیه؟ اسم عربی، جمعش اساتید است. بعد یه جای دیگه نوشته اساتید، اسم عربی، اساتید جمع استاد. آقا تو یا باید بگی این لغت مال کجاست یا باید نگی. بعضی مثلا در جای دیگه برم نوشته زمان، واژه عربی و فارسی است. در تمام دنیا محال شما یک لغت، محال یک لغت پیدا کنید که مال دو ملت باشه، حتما یه ملتی از اون ملت دیگه گرفته. هیچگاه در آن واحد بین دو ملت یه لغت به زبان ها نمیاد، یک ملت صاحب اون واژه است، ملت دیگه رو باید ازش گرفته. عرب اومده از ما استاد رو گرفته، استاد میگه اساتیدم کرده، از این کارا خیلی کرده از لغت های ما. ولی این لغت فارسیه، به چه دلیل شما نوشته جمع اساتیده؟ اینه، بنده به هیچ روی این فرهنگنامه و این لغتنامه رو قبول ندارم. در جای دیگه نوشته عجم این صفت است و عربی قدیمی است. عجم یعنی غیر عرب. دو، اسم کشور ایران. ایشون نوشتن، این فوتوکپی است که این جوان بر من فرستاده، عجم نام کشور ایرانه. آقا، آقای لغت نویس، آقای لغت دان، آقای واژه شناس، عجم به زبان تازی یعنی گنگ. ایشون عربا خودشون رو خیلی فصیح میدونستن، به همین دلیل بیش از 3000 واژه فارسی رو از ما گرفتن، عوض کردن، به کار بردن، چون آقایون فصیح هستن، نمیتونن مثل ما اون رو مثلا قوته، قوته با تای دو نقطه است اولا که به غلط ایرانی ها. خب ببینید بی‌توجهی ایران، سهل‌انگاری ایرانی باعث میشه که این همسایه‌ها دزدی کنن لغت‌های ما رو. قوته با تای دو نقطه است، قوته و قوسه یا قوشه، این ستا یعنی در زبان پارسی یعنی درون چیزی فرو رفتن. بنابراین قوشه و آغوشه و آغوش از این میگه بیا در آغوش من، یعنی بیا در درون من فرو برو. اون وقت عرب اومده این رو اما گرفته کرده قوسه با سات، بعدم ازش قواس ساخته. خب یه خوده یکی یه کمی آگاهی سطحی باشه خیال میکنه اصلا قوس هم عربیه، پس قواس هر وقت عربیه، پس ما هم موتر با تیل مینویسیم. این بدبختی ماست. حالا در یه جای دیگه اینا رو بعضی هاش درست می‌نویسه تا آدم خوشحال میشه که حداقل یه چیزی پیدا کردم که درسته، پشتش خراب میکنه. میگه تازی، واژه تازی، میگه صفت نسبی است منصوب به تی، با تین و یه، درسته، برای اینکه یک تیره بزرگی در عربستان بوده به نام تی، حاتم از اونجا بوده و به حاتم گفتن حاتم تایی، چون ایرانی ها وقتی گرفتن نمیخواستن با تین دست داروستن، اینو تازی کردن. ت الف ز، تازی به معنی سگ نیست، تازی یعنی کسی که از تیره تی و تاییه. پس وقتی ما میگیم عرب ها رو به کار میبریم نامشون رو به نام تازی، یعنی اینا تایی هستن، مال اون تیرن، چون حالا یه تیره بزرگی بوده مثلا در 2000 سال پیش، ایرانی ها همه رو خیال کردن که مربوط بوده. حالا این تا اینجا شد درست. میگه تایی، تازی، صفت نسبی منصوب به تی، از قبایل عربی، مأخوذ از عربی تایی است، درست. بعد اینجا میگه که اسم و صفت اصلی از نژاد عرب است.
یعنی این اسب که میگن اسب تازی، یعنی اسب همون تایی عربی. نه آقا جون، نه آقای امید، نه، اسب تازی یعنی اسب دونده، اسب تازنده. سگ تازی مفهوم سگ عربی نیست، یعنی سگ تازنده، سگ دونده، اسب تازی. سگ تازی به همین دلیلم اون شلاقی رو که البته به عربی میگن شلاق، فارسیش میشه تازیانه بهش میگن، اونو وقتی میزنن به اسب، اسب از جا میکنه میده، یعنی اون میتازونه دش اسب رو. اسب تازی به وسیله اون تازیانه از جا میجهه و جلو میره. بعد اون وقت نوشته تازیک، اینجا رو توضیح من بدم خدمتتون، تازیک، ت الف ز ی کاف، این نام دگرگون شده تاجیکه، تیره تاجیک یعنی تیره ایرانی، تیره که پادشاهشون تاج داشته، چون اسماعیل سامانی که اومد از همون منطقه تاجیکستان اومد بعد از یعقوب لیث، درسته با صفاریان جنگیدن، بعد اینکه یعقوب مرد اون سامانیان با صفاریان جنگیدن و صفاریان شکست دادن و خودشون بودن، ولی ایرانی بودن، اصلا زبان ایرانی رو ترویج کردن، ایرانی خالص بودن. اولین چامسورایی در اونجا رودکی بود، بهترین شعرها رو گفته بود، اینا رو تاجیک میگفتن. تازیک نمیگن، تازیک یعنی عرب، تاجیک و تازیک یعنی ایرانی و عرب. بعد در مورد استادم که گفتم و اسم صفت مخففه، بله، این مسئله است. بنابراین استاد یه واژه پارسیه، نمیتونه هم تازی باشه هم پارسی، چون اول ایرانی ها این رو ساختن. سرما سرور پیمان داوودی نامه ای نوشته برای من، بعد از اینکه لطف کرده و مهربانی کرده میگه که آیا شما در گفتارتون گفتید ابن بابویه، آیا بابویه درست است یا بابوی؟ یعنی باید گفت ابن بابوی. سرور پیمان داوودی، بابویه درسته. چرا؟ آدمی بوده به نام بابویه، از همسر کنیزش سه فرزند خدا بهش میده به نام علی، جعفر و حسین، و ابو جعفر فرزند علی، فرزند بابو، بابو پدر بزرگش بوده، به اون میگفتن بابویه. بعد این شده یکی از پیشوایان شیعه، یکی از آیت الله های شیعه، و او رفته اهل قم هم بودن، ببینید ایرانی بودن، رفته و فقه آموخته، ضمناً به کار بازرگانی هم آقا سرگر بوده. در سال 328 هجری قمری به دیدار حسین ابن روح میره. حسین ابن روح کی بوده؟ اونی که امام زمان رو ساخت. وقتی که دید امام حسن عسکری داره میمیره، پولا رو آوردن از ایرانی ها، احمقا ریختن طلا و گوهر و جواهر و همه چی و پارچه های ابریشم و همه اینا، دید الان خب اینا رو هم دارن میرن، گفت امام پسر داره، از ترس خلیفه پسرش رو خدا غیب کرده، خدا از خلیفه ترسیده پسر امام رو غیب کرده و نون داد دست آخونده تا الان. حالا این اومد با اون کار کرده و خودش رو، یعنی حسین ابن روح، خودش رو باب امام دوازدهم میدونست، و این از اونجا با اون دوست شد، برگشت اومد و در دربار آل بویم مورد احترام اونها بود و سرانجام در ری درگذشت. بنابراین این ابن بابویه که اونجا میگن و به غلط همه میگن بابوی، درستش ابن بابویه، یعنی پدر بزرگش بابو اسمش بوده. بانو آرمینه میپرسه نام من آرمین است، ریشه این واره از کجاست؟ از ارمنه یا از جای دیگه؟ نه، همیهنان ارمن. بانو آرمینه، آرمینه از واژه ارمن و ارمنی نمیاد، آرمینه یعنی وابسته به آرمیدن، آرمینه بوده. سرور باربد یا باربد، من اینجا تکلیف باربد و باربد هم معین کنم. ببینید
در زبان پارسی پسفند پاد به معنای نگهبان بود. در کنار شاه کسانی که بودند بهشون میگفتن بارپاد، یعنی کسانی که در دربار هستن و در کنار شاه هستن و نگهبانن، بارپاد. بعد که تازیان آمدن و زبان پهلوی ساسانی آرام آرام کنار رو و پارسی دری اومد به جاش، این بارپاد شد بارباد و باربد. قاعدتا باید باربد باشه، با یعنی باربد میگفتن، ولی نگفتن چرا. برای اینکه حالا دنبالشو من میگم که بیشتر اینهایی که پاد تبدیل به بودال شد بود شد نبد، بنابراین باربد غلط نیست اما باربد بهتره. چرا؟ چون سپه پاد، ارتش پاد، اینها هم همه شدن سپه بود و ارتش بود. بنابراین همطور که سپه پاد شده سپه بود، اینم بار بود بگید بهتر. سرور مهرداد ایران نژاد، پرسیدن آیا زبان ابزار انتقال اندیشه است یا خود اندیشه است؟ اصلا من در شگفت میشم، زبان که اندیشه نیست؟ زبان یه تیکه گوشته، لب، دندانه و تارهای صوتی. این دستگاه ابزار انتقال اندیشه است از یک نفر به گروهی یا به یه نفر دیگه. پس زبان اندیشیدن نیست، زبان نماد اون اندیشه است که در مغزه. هم اکنون که من سخن میگم، اندیشه من به وسیله این دستگاه شگفتی آور به همه جای دنیا پخش میشه. پس اندیشه است و این ابزار اندیشه است. اندیشه کار مغزه، کار زبان نیست. سرور محمود ذوالفقاری نوشته، چند تا شعر بر من فرستاده، چماهیر فرستاده، جوابشو من میدم، چون عادت ندارم نه تعریف بی خود بکنم نه بدی بگم از کسی. کاری که خوبه خوبی که خودم خوبه، کاری که بدی بگم. نوشتم سرور ذوالفقاری، چامه هایتون خوب بود، یعنی بد نبود، ولی نشان میده که راه پیشرفت شما در این زمینه بازه. همچنین نازک اندیشیتان در سرود چامه ها به خوبی به چشم میخورم. من سه خط از شعرهای این چامه های این سرور ذوالفقاری میخونم، خود شما میتونید ببینید که تا چه حد لطیفه. کی عمر جهان رسد به پایان، کی عمر جهان رسد به پایان، کی خسته شود خدا ز انسان، کی خسته شود خدا ز انسان، تا کی بدهند و بازگیرند، تا کی بدهند و بازگیرند از قوه لایزال این جان. هی جانو میدن هی جانو میگیرن. تا کی همه دور هم بگردیم، کی ایستد این جهان گردان. میبینید که خیلی شیوا و جالب. سرور مایک الماسی نکته رو نوشتن، بعد من نوشته بودم آگاهی نامه شایستگی های آدمگری، یعنی اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق بشر. ایشون نوشتن که آگاهی نامه درست نیست، بهتره که آگاهیه زیر آگاهیه بگی، آگاهیه. ولی سرور الماسی متوجه نمیشن که اون پسوند ایه پسوند عربی است، پسوند فارسی نیست. مثل فوزیه، فوزیه، فوزیه هم درسته البته. بنابراین آیه یک پسوند تازی است و همون آگاهی نامه درسته. و اگه امیدی باشه و زندگی باشه در آینده فرهنگستان، باید جانشین های این فارسی ها رو انتخاب کنه. سرور اکبر جباری پرسیدن بابا چه فرقی میان گذار هست و گذار. البته خودشون میدونستن، نوشته تکلیف منو معین کنید با اونایی که به جای ز زال میذارن برای گذار. سرور من بارها و بارها فرق میان گذار با زال و گذار با ز رو گفتم براتون.
بدبختانه هنوز بسیاری از هم میهنان اون رو به نادرست به کار میبرن. گذاردن به معنی بازال به معنای نهادن چیزی بر روی چیز دیگره. کتاب رو بر روی میز گذارد، این بازاله. از این خیابان گذر کرد، بازاله. مجلس، نمایندگان مجلس قانون گذارن، بازاله. قانون رو جلو پای اجتماع میذارن، بازاله. اما گذاردن بازه به معنای انجام دادنه، ادا کردنه، خبر دادن بازه است. و اون گذاردن بازال در زبان پهلوی ویچاردن بوده. حالا یهو چه تبدیل به گاف شده اون دیگه معلومه چرا. ویچاردن بوده که بازال نوشته میشه حالا، و اینی که بازله ویتاردن میگفتن در زبان پهلوی ساسانی. ویتاردن یعنی انجام دادن با زس. بنابراین پرداخت وام رو میگن وام گذار، انجام دادن کار رو میگن اون کارگزار با زس، و نمازگزار با زال درسته، نمازگزار با زه هم درسته. چرا؟ نمازگزار با زال یعنی کسی که نمازشو گذاشته، نهاده، ترک کرده و نمیخونه دیگه. پس نمازگزار با زال یعنی کسی که نمازشو ترک کرد. نمازگزار با زه یعنی کسی که نمازشو میخونه، انجام میده این نماز رو. همینطور که قانونگزار نام نمایندگان مجلسی که قانون رو جلو پای اجتماع میذارن، و مردم قانونگزارن یعنی قانون رو انجام میدن، پس این بازس. خیلی ساده است. و باز من میبینم که برخی اشتباه مینویسن. سپر جان مثل این که من 10 دقیقه وقت دارم نمیدونم، چون من یه ربع به 6 توضیح هم بدم برای بینندگان ارجمند، چون نزدیک روزهای نوروزه این ساعت‌های برنامه‌ها هم پس و پیش افتاده. من به اصطلاح 1 ربع زودتر شروع کردم و 1 ربع هم زودتر باید تمام کنم. و حالا به هر حال اتاق فرمان دست فرمان داره و باید انجام بده. سرور سینا دبستانی عکسایی رو آورده، چاپ کرده که در اونجا نوشته، در زیر نگاره ها براتون میگم، ولی عکس ها مشخص و روشن نیست. سرور تیموری میپرسه چرا هفشین شد هفت‌سین؟ همچی چیزی نیست. اصلا ما هفشین نداشتیم. از آغاز هفت‌سین بوده. باورهای فراوانی در این مورده که هیچ کدوم ریشه مستند نداره. هفت‌چین میگفتن، یعنی هفت در میبرد درخت میچیدن. هفت سینی میگفتن چون هفت تا تو سینی میذاشتن، بعد شده سینی رو گفتن سین شده. هفت شین گفتن که اصلا پایه درستی نداره. روی هفت ستون هفت نوع غلات سبز میکردن در شب عید که میگفتن هر کدوم بهتر روش کرد اون سال اون انجام میده، ولی باز اون هفت ستون رو هم کردن هفت سین. به هر حال هفت سپنتا مهمترین پایه های هفت سینه. هفت سپنتا یعنی هفت ابر فرشته، اردیبهشت، خرداد، امرداد، شهریور، بهمن، اسپند، که با خود اهورامزدا میشه هفت. سرور شریف سخایی پرسیده آیا استاد شجاع‌الدین شفا جزو 10 ابرمرد تاریخ ایران محسوب نمیشه؟ سرور سخایی پرسش شگفت‌انگیزی کردی. من هنگامی که میخواستم 10 ابرمرد تاریخ ایران رو بنویسم، با بیش از 10 تن از آگاهان و تاریخ نویسان و پژوهندگان گفتگو کردم و اونها هر کدوم 10 تنی رو صورت دادن و بعد نشستیم با هم سخن گفتیم، بررسی کردیم. اون 10 تنی که برگزیدیم شد. نخست اینکه این 10 تن نمایانگر آن نیست که دیگر هیچ کس در این زمینه بهترین آدم نیست. استاد شجاع‌الدین شفا به جای خودش مقام بسیار والایی داره. کوشش و فداکاری زیادی هم کرده در روشن کردن مردم. بنابراین به این 10 تن نمیرسه. چگونه من میتونم استاد شفا رو بذارم جای کوروش بزرگ؟ چگونه من استاد شفا رو میتونم بذارم جای نادرشاه افشار؟ چگونه جای امیر کبیر میتونم بذارم؟ بسیار بسیار بزرگوارن.
ولی در امتیازهایی که داده شده اون 10 تا اول بوده. چگونه جای فردوسی من میتونم بذارم؟ دیگر این که ما به کسی میگیم ابرمرد که جان و دارایی و زندگی و همه چیز خودشو برای نگهداشت ایران و سرمایه ایرانی و ملت ایران به قمار گذاشته و از دست داده. همچنین با آریو برزن هم ایشون رو نمیشه مقایسه کرد. با این همه اگر بخواهم کسانی رو که همپایه استاد شفا که بازم میگم پژوهنده بسیار برجسته بودن برگزینم، شما این دلاوران و پژوهنده رو بیش از 400 500 شمارشون رو میتونید برآورد کنید. بیش از 500 آدم داریم که در درازای تاریخ ایران همپا و همشانه استاد شفا بودن. با سپاس فراوان من از دوست بسیار ارجمندم سپهر در اتاق فرمان که روزهای آدینه واقعا در اینجا خیال من رو از هر جهت در زمینه اتاق فرمان و پخش برنامه راحت میکنه، و با سپاس از شما که وقت گرانبهای خودتون رو به این برنامه دادید. همگی شما رو به خدای بزرگ میسپارم و یه مقدار کلمات بزرگان داشتم که دیگه نمیرسیم به این. میگه داغدار است دل از دست ریاکاری شیخ، داغدار است دل از دست ریاکاری شیخ، بس سیاه کار که این داغ به پیشانی داشت. تمام اینایی که این داغ رو به پیشانی دارن سیاه کاران هستن. اگر محبت اسلام داری ای زاهد، بیا به کوچه پاکان که راه دین این است. روز و روزگار بر شما خوش، تا درودی دیگر بدرود و پاینده ایران.